همان وانس مرا به مسجد برگردان. وارد حیاط شدم. غلغله بود. همه مردمی که به مسجد پناه آورده بودند توی حیاط ایستاده بودند. چند نفری درباره خارج شدن مردم از شهر حرف می‌زدند و جمعیت هاج و واج نگاه می‌کردند. قرار است چه تصمیمی گرفته شود؟ از این آواره‌تر و بی‌پناه‌تر کجا باید بروند؟ رفتم نزدیکتر ببینم چه می‌گویند. از بالا دستور رسیده مردم شهر رو تخلیه کنند. هر کس میتونه دست نکنه بره. یکی از بین جمعیت گفت کجا بریم؟ ما جایی نداریم. این مصلحت خودتونه. معلوم نیست چقدر جنگ طول بکشه. اینطوری تلف میشید. کاری که از دست شما بر نمیاد. موندنتون چیزی جز کشته شدن نیست. با ناراحتی و صدای بلند به کسانی که از مردم میخواستن شهر را ترک کنند گفتم چرا مردم باید بروند؟ مگه چه خبره؟ میخواید شهر خالی بشه راحت بیفته دست عراقی ها؟ چرا میخواید مردم رو آواره کنید؟ گفت این حرفا چیه میزنی؟ میخوای بمونن زیر آتیش؟ گفتم خب همه رو بیاریم تو مسجد. گفت تا کی میشه مردم رو تو این شرایط نگه داشت؟ مگه خود مسجد رو نمیزنن؟ برافروخته شده بودم. جواب دادم مگه تا پارسال جنگ نداشتیم؟ اون فتنه‌ای که به اسم عرب و عجم راه انداختن یادتون نیست؟ دیدید که زود سرتش هم اومد. گفتم این کاری نداره، مگه قرار نیست بنی صدر هواپیما بفرسته؟ از بس این حرف را شنیده بودم من همان را تکرار کردم. اما یه عده با شنیدن این حرف به بی تجربگی من خندیدند، همانهایی که من با آنها کلکل می‌کردم. گفتند نمیشه به امید بالاتری ها نشست. اگر قرار بود کاری بکنند تا حالا میکردن. یه هفته از هیچ خبری نشده. گفتم من که از شهر نمیرم، اتفاقی نیفتاده. مردم نباید شهر رو تخلیه کنند. اینطوری شهر راحت میفته دست دشمن. بعد راهم را کشیدم آمدم توی شبستان. جعبه ها و وسایلی که آورده بودند خیلی مسجد را نامرتب کرده بود. با دخترها شروع کردیم به جابجا کردن و تفکیک جعبه‌ها که صدای انفجارهای متعددی ما را از ادامه کار باز داشت. مردم جیغ می‌کشیدند و وحشت‌زده می‌خواستند از مسجد فرار کنند. ولی دقیقاً اطراف مسجد زیر آتش بود، طوری که مسجد می‌لرزید. مردم سردرگم و هر طرف می‌رفتند. رفتم سراغ بقیه. با بچه‌ها تلاش کردیم مردم را آرام کنیم. زن‌ها و بچه‌ها بدجوری می‌ترسیدند. امیدوارشان می‌کردیم که حتما نیروهای ما توی فوتبال به حسابشان رسیده‌اند که اینطور دیوانه‌وار شهر را می‌کوبند. اینها دارند تلافی می‌کنند. حرفایی که به مردم می‌زدم از زبان بچه‌هایی که آشنا بودند شنیده بودم. محسن بغلانی، تقی محسنی فرد، حسین طایی نژاد و یکی دو نفر دیگر از بچه‌های سپاه را می‌شناختم. آنها دوستان علی بودند. آنقدر که نگران اوضاع خطوط و سرنوشت جنگ بودند، خجالت را کنار گذاشته بودند. هر آشنایی می‌دیدم، جلو می‌رفتم و می‌پرسیدم چه خبر؟ می‌گفتند اوضاع خرابه. عراقی‌ها سر تا پا مجهزند. ما هیچی نداریم. آن یکی می‌گفت امروز حسابشون رو رسیدیم. فقط اگه هواپیماها بیان مواضع اینها رو بکوبند ما جلوی نفرات پیاده‌شون رو میگیریم. کمی که گذشت سر و صداها آرامتر شد. صدایم کردند. رفتم توی حیاط. عبدالله معاوی آمده بود دنبالم. تا مرا دید جلو آمد و گفت آبجی میخوام بیای بریم عباسیه. اونجا مردم پر شدن. بریم ببینیم اوضاعشون چجوریه. به بچه‌ها گفتم من میرم عباسیه سر بزنم. زود برمیگردم. با عبدالله راه افتادیم. او بچه بازار صفا بود و عباسیه را خوب میشناخت. ولی من تا به حال آنجا نرفته بودم. زد همه بود و این همه رفت آمد داشت. سوت و پور خاک می‌خورد. از زنهای روستایی که سرشیر، کره محلی و مرغ یا کنار می‌فروختند، از رطب فروش‌ها و ماهی فروش‌ها که از تازگی جنس‌هایشان تعریف می‌کردند. مشکلی هست؟ گفت اینجا چند تا مریض داریم، اوضاع هم خوب نیست، همه ترسیده و روحیشون رو باختن، میگویند ما داریم شکست میخوریم. آخه توپخانه عراقی ها درست روبروی ما اون ور شطه، وقتی میزنه اینجا قوقا بپا میشه. گفتم خب تو بهشون بگو اینطور نیست، تو اینجا چیکار میکنی؟ بگو نیروها دارن میجنگن. گفت من میگم ولی کسی باورش نمیشه. تا من بخوام یه چیزی بگم یکی از راه میرسه و میگه عراقی ها جلو اومدن، اون یکی میگه هواپیماهاشون بلند شدن، همه جا رو بمبارون کردن، دوباره حال و روز اینا بدتر از قبل میشه. حس کردم خود این جوان هم مستاصل شده و از اون نمیشه باید انتظار داشت به مردم روحیه بدهد. نسبت به خیلی از مساجد و حسینیه هایی که دیده بودم بزرگتر بود. از پنجره های چوبی و سبز رنگش نور به داخل میتابید. کف حسینیه آن قسمتی که موکت داشت مردم نشسته بودند. سقفش هم خیلی بلند بود. یاد حسینیه من در بصره افتادم. آنجا هم سقفش به بلندی اینجا بود. همانطور که پسر میگفت مردم پژمرده و کسل بودند. بعضی از سر بیکاری و ناچاری دراز کشیده بودند. بعضی‌ها جواب دادند علیک سلام. گفتم گوش کنید، خبر خوشی برایتان دارم. گفتند هان چه خبری؟ جنگ کی تموم میشه؟ کی برمیگردیم خونه همون؟ هر کس چیزی میپرسید. یک نفر بلندتر از همه گفت خوش خبر باشی، خبرتو بگو. خیر انشالله. جنگ تموم شده؟ گفتم نه جنگ تموم نشده ولی تموم میشه. این را که گفتم آنهایی که دراز کشیده بودند بلند شدند و نشستند. یک تعداد هم به طرفم آمدند. ادامه دادم حالا دیگر ناراحت نباشید، انشالله برمیگردید سر خونه زندگیتون. خرمشهر دوباره همون خرمشهر سابق میشه. زنها و بچه ها بدجوری میترسیدند. امیدوارشان میکردیم که حتما نیروهای ما توی خطوط به حسابشان رسیدند که اینطور دیوانه‌وار شهر را میکوبند. اینها دارند تلافی میکنند. موقع بیرون آمدن چند نفری گفتند خانم اینجا آب نداریم. بچه هایشان هم به حرف آمدند. ما تشنمون میشه، آب نیست بخوریم. دلم برایشان سوخت. فکر میکردند من از همه چیز اطلاع دارم و همه کار از دستم برمیآید. مبتلا نشن. من هم هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. آمدم بیرون. پسری که نگهبان جلوی در بود به محض دیدنم گفت حالا این حرفا رو به مردم زدی که چی بشه؟ چرا واقعیت رو نگفتی؟ گفتم دور از واقعیت هم نبود، بچه ها دارن می جنگن دیگه. میخواستی بگم داریم شکست میخوریم؟ بگم داره به همون خیانت میشه که مردم از دست برن؟ دیگه نایستادم. دویدم به طرف مسجد. از آقای نجار برای پانسمان دست دختری که توی عباسیه بود وسایل گرفتم و برای دخترهای درمانگاه تعریف کردم چه دیدم و چه گفتم. یکی از آقایان مسجدی که قبل از ورود من داشت با مریم امجدی صحبت میکرد حرفهایم را شنید. تشکر کردم، وسایل پانسمان را برداشتم و رفتم عباسیه. آنجا پانسمان دست دختر را عوض کردم. ترکش کمی از گوشت ساعدش را برده بود. جراحتش را کلی بخیه زده بودند. آلودگی گازها نشان میداد زخم خونریزی کرده است. وقتی که بیرون آمدم هوا دیگر رو به تاریکی میرفت. پایم که به مسجد رسید دیدم باز موجیها غوغا به راه انداختند. با اینکه دلم میخواست بروم جنت آباد، ولی به خاطر آنها شب را آنجا ماندم. یه ماده ضد عفونی کننده خیلی قوی. عشق فردا تو بیا، نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب، از شب دارد ز نگاهم خاطره ها.